با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهمانی هستم. در این هفتمین روز از هفتمین ماه در چهاردهمین سال از سومین هزاره، امیدوارم دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن این ایام تعطیلات بزرگ 4th of July یا روز استقلال آمریکا رو به سلامتی و شادی پشت سر گذاشته باشن، و برای شما هم که در اروپا هستید آرزوی بهترین تابستان رو برای شما داریم و به حال خوشحالیم که این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. دو سه تا موضوع خوب بود، یکی برنامه صفحه آخر مهدی فلاحتی که مثل همیشه یه مجموعه کار خوب بود ازش، و بعد این موضوع افق و این سه شخصیتی که در این برنامه شرکت کرده بود، و همه این حرفا پاسخ دارد. اولا اونجایی که ازش میپرسد که شما چند نفرین، هیچ آمار ندارد، در حالی که نخستین پایه حرکت در هر سازمانی، اونجایی که میخوای سازمان رو شکل بدی، بحث آمار و ارقام دیگه، بحث تعداد اعضاست، بحث تعداد یاران است. حالا چند مقدار از این یاران جز پیشمرگه هستن، چند تاشون اسم خودشون رو فدایی میگذارن، چقدر به در حقیقت به نقطه مرکزی نزدیکترن، چقدر دورترن، ولی آمار باید داشته باشی. بی آمار هپلی هپو که نمی شود که. و ظرفشان درست گفتی، افراط در دید در حقیقت، باید واقعیت رو بذاری جلوی صفحه و یه قلم کاغذ بیاری برای خود همیشه بنویسی و ترسیم کنی تا ببینی که از تو این در حقیقت ابسترکت چه بیرون می آید. اونو به عنوان یه داده بپذیریم که بعد بتونیم از اون داده یه پردازه داشته باشیم، خروجی داشته باشیم. یه دادمی رفیقای کهنه، یاران دیرین که با هم بسیار خاطره های تلخ و شیرین دارن، پیوند نوستالژیک در حقیقت با هم دیگه دارن، دور هم جمع میشن، چای میخورن، قهوه میخورن، نهار میخورن، گپ میزنن، توی هتلی زندگی میکنن، بالاخره آخر شبم بگو و بخند است. و این همون سوالی بود که در اون جمهوری خواهان پرسیدیم که بالاخره نمودش چیه. گفت مهدی فتح‌پور گفت این که چیزی نیست، ما هر دو سه سال یه بار جمهور خواه داره هم جمع میشه. بزنیم خب بسیار عالی، بعد نمودش چیه؟ داره هم جمع میشه بعد چی میشه؟ چی نمیشه؟ نگاهش نگاه اون نقطهی که ایستاده، چون بحث بسر این است از کجا آمده این؟ اینا در حقیقت میشه ازشون به عنوان کلمات قصار این برنامه نام ببری. در از گذشته که من شروع کردم کار تلویزیونو، اینا حرفای اصلی من، از کجا آمده ایم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم، از کجا آمده ایم، کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم. توی برنامه اون یارو که از ایران داشت حرف میزد، مسئول نمیدونم بخش هنری شهرداری بود و اینا، یه پسر که جوانی بود که دو چلوارم دور کلش بسته بود، به قول علیرضای نوریزاده نازنین، دکتر نوریزاده میگفت پسر سوم فروشه، بچه سوم فروشه های قوم. درست گفت، من با آمریکا دشمنم، من با آمریکا در جنگم، و چجوری وقتی باش در جنگم چجوری از مظاهرش خوشم بیاد؟
درسته. این دما وجود نداره اون وقت. ما در صف دشمن به دنبال رفیق میگردیم. نگاهمون معطوفه، در حقیقت کنشی نداریم، هرچه داریم واکنش است. حالا که بفهمه که ما فقط واکنش میکنیم، اون کنششو چوری تنظیم میکنه که واکنش که تو انجام میدی تو کیسه اون میفته. بعد مدعیه که نه آقا هیچی نداره، ما که تنها نیستیم که نداریم، که اونا هم نداره. اگر در همین لحظه کروبی، موسوی، حتی این بازی که الان مسخره‌ای که راه انداختن، آقا اینو ممنوع بیان و ممنوع تصویر و ممنوع همش بکنیم، بگین یارو بکشین دیگه، نه دیده بشود نه شنیده بشود. هیچی نیست، این مرده است فقط، چیزی که نیسته، چون هرچی که هستش میبینیش، چیزی که ممنوع تصویر بشود، نشه ببینیش، حرفم نتونه بزنه، این مرده است. قهرمان قلابی ساختن از بازیه. میگه حالا که قهرمان لازم داره، خودم یه قهرمان درست میکنم براش. الان در ایران اینا یک کلمه بگن، یه حرکتی رو تصمیم میگیرن انجام بدن، مردم نمیرن دنبال اینا، میرن به طور قطع و یقین زور دارن، چون اونجوری که ظرفشان تعریف میکنه این پتانسیل اونجا وجود دارد. قوه هست، قوه رو باید به فعلش کنه، یعنی توان رو به عمل بدرارد. اونو نداره. چه زمانی این میتواند صاحب اون مکنت بشود؟ اونجایی که فهم دوست و دشمن رو بکنه. ازش پرسیدن جای دوست کجاست؟ بگه کجاست. ازش پرسیدن جای دشمن کجاست؟ بگه جای دشمن کجاست. حتی در حد انتر لوتی هم این بلد نیست. مشکل در این نیست، مشکل در اون ور داستانه، پالسی که میدهد، کنشی را که انجام میدهد. گفتیم اولش گفتیم این واکنشی عمل میکنه، چون واکنشی عمل میکنه پس بنابراین ما یه کنشی میکنیم که واکنشمون تو کیسه ما بیفته، به نفع ما تموم بشه، به همین واسه. علی خامنه‌ای روز خونه شهر مشهد، روز خونه سرقبرآغار، که ازش به عنوان رهبر مقتدر جمهوری اسلامی یاد میکنه، دوباره امروز میگه نه من اصلا توی اینا همه مال ما خیلی دستاورد داریم، 100% حمایت میکنم. دروغ. برای اینکه احساس خطر کرده، دوباره احساس خطر کرده، نه از جانب من، نه از جانب تو، از جانب بیرونی. وضعیت افغانستان نگاه میکنه، وضعیت عراق رو نگاه میکنه، وضعیت سوریه رو نگاه میکنه،
حرکتی که اسرائیل انجام داده در نوار غزه و اینجا و دیدی چجور آدم ها رو کشته؟ چقدر دقیقه. یه بادبادک میفرسته بالا، بهش میگن هواپیمای بی سرنشین، تران. چون امروز دیگه جنگ کلاسیک که نیستش که، جنگ یونیفرمی که نیستش که، می لباس معمولی هن. از تو پنجره خونه همسایه‌مونه، خونه همسایه‌مونم، بچه و زن و پیر و مرد و جوان و خردسال و همه جنس توشه. یه مرتبه تو پنجره آشپزخونه یه دونه موشک میزنه اون بر. حالا برو پیدا کنی این نفر از کدوم پنجره زد، چجوری زد. آقای خامنه‌ای اگه امروز این داستان رو بیان میکنه، علتش در اینه که نگاه میکنه میبینه که اسرائیل دارای چه توان نظامی است که میتواند اینجوری حمله کنه. چی داره که میتواند حمله کنه؟ از چه نیروی استفاده کرده؟ وقتی که در سوریه، در سعودی گفتیم که این در کنار مرز عراق چجوری نیروهاشو آرایش داده، در اون قسمت شرقی 6 کیلومتر وارد شده، در قسمت غربی 10 کیلومتر وارد عراق شده، نیروهاش اونجا چیده. بعد نخست وزیرش فرماندهان نظامیشو جمع میکنه و بهش میگه که مهمترین وظیفه شما حفظ امنیت کشور است. یعنی چی؟ خامنه‌ای اینا رو میبینه. نه فلسطینی در اثر بمباران هوایی نوار غزه کشته شدن. اینا در اثر بمباران هوایی نقاط مختلف نوار غزه شامگاه یکشنبه کشته شدند. گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، در بیانیه اعلام کرد که 7 تن از اعضای آن در شهرک رفع واقع در نوار غزه. شهرک رفع کجاست؟ مرز سینا و فلسطین، اسرائیل. شهرک رفع، همون جایی که درشو وا کردن، درشو بستن، راه دادن، راه ندادن تو دوران اخوان مسلمی، یادته؟ چقدر اینا اونجا تونل زدن از طریق شهرک رفع. تو خونه است دیگه، ده شهر کوچیک، شهرستان، تو زیر زمین خونش، کف آشپزخونش کنده، از اونجا کنده رفته اونور در اومده. اینا رو تو همون ماجراها، تو همون شلوغ خلوقی های اسیسی و ممن مرسی و ارازل و باشه از جنس خود هم دیگه، اینا اون سوراخ ها رو یکی یکی رفتن شناسایی کردن، پیدا کردن، سر سب نشستن. پس شهرک رفع یاد افتاد کجاست دیگه. به گفته شاهدان عینی، عناصر قسام هنگام حمله اسرائیل به داخل یکی از این تونل ها پناه برده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد 2 تن فلسطینی را در اردوگاه البریج که قصد پرتاب موشک به سوی شهرک نشین های اسرائیل داشتن را هدف قرار داده و کشت. گفتیم این موشک ها را از کجا میزنه؟ از تو آشپزخونه، از تو پنجره اتاق خواب، از توی پنجره اتاق خونه میزنه. تانک نمیارن تو خیابون که، ارتش ندارن که یونیفرم داشته باشه معلوم بشه اینا مال اون ورن، اینا مال این ورن.
توان نظامی طرف مقابل تو وضع کن. حالا به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی، دو شهروند فلسطینی در بمباران مرکز غزه توسط اسرائیل کشته و یک تن دیگر زخمی شده. در مرکز غزه رفته بمباران هوایی کرده، دوتا کشته، همون دوتایی که مقصد موشک بزنه، یکی هم زخمی کرده. نمیدونم میتوانم این تصویر رو در حقیقت به شما القا کنم یا نه، این توان در من هست یا نه، نمیدونم، قادرم قادر نیستم اینو پاسخ بدم. خودت پیش خودت مجسم کن، وسط شهر دو نفر که آماده می شدن که اینجوری داشتن نشونه می رفتن که پیو رفتن رو هوا. دقت در بازی رو نگاه کن. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت و درمان فلسطین گفت در اثر بمباران منطقه البریج غزه در ناحیه باز دو شهروند فلسطینی کشته و دیگری زخمی شد. خب این میگه در ناحیه باز، یعنی که این دوتا حالا مثلا تو اتاق پنجره که ما اون ذهنیت رو برای خودمون تصویر کردیم نبود، توی محوطه بازی بودن، اومده بودن این موشکر ولی داشتن میزدن، یادت به این تیکش باشه، این داشته نشونه میرفته که اون یکی زودتر میزندش. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشرف القدره گفت هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی به یک گروه از فعالان فلسطینی حمله کردند که مازن الجبرا 30 ساله و مروان سلیم 23 ساله در این حمله شهید شدند. در همین حال حماس مسئولیت ناامنی در منطقه را به گردن اسرائیل انداخت و تهدید کرد که اسرائیل برای ارتکاب به این جرایم بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر ناصر صلاح الدین بتالین یکی از سخنگویان القسام ادعا کرد که یک گروه از جنگجویان این سازمان از بمباران پهپادهای اسرائیلی به شهرک بیت هاتون یا خانون یا خاتون جان سالم به در برد. این حمله پس از آن صورت گرفت که جنگجویان فلسطینی 107 راکت به سوی شهرک اسرائیلی کرمبیا پرتاب کرده بودند. 107 تا موشک زده بودند. نرفتن صاف اونا رو زدن. آقای خامنه‌ای به این دلایل است که امروز دوباره حرفشو عوض میکنه. دادستانی لبنان 28 نفر را به برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات انتحاری در این کشور و عضویت در گروه‌های اسلامگرای تندرو متهم کرد. این اقدام پس از 3 انفجاری صورت می‌گیرد که اواخر ماه گذشته در مناطق مختلف لبنان روی داد. در این میان طرحی امنیتی اجرا شد که بیروت پایتخت لبنان و مناطق دیگر را فرا گرفت. توی عراق میگه بیاید الان آقای احمد چلبی رو ببریم بکنیم رئیس. امکان نداره احمد چلبی رو اونجا بکنن رئیس. آمریکایی‌ها به این چلبی اعتماد ندارن، که اول آوردن بعد معلوم شد که این اصلا همه داستان رو دروغا رو این گفته بوده. و به همین در این مجلس تو عراق فلان یه ما تعطیل کرده بودن، حالا یه ما فلان الان همینجوری بمونید تا ببینیم چیکار میکنیم. یک ماه تمام عراق در همین شرایط جاری باری خواهد بود، باقی خواهد هیچ. کوتا میگویند که ما تصمیم گرفتیم اینجا بکنیم اونجا بکنیم،
اینا توانشو ندارن، بنابراین بذار ما سرسوا کنیم برای خودمون بشه. سنی ها میگن که ما میخواییم سرسوا کنیم برای خودمون بشه. بنابراین این به نفع ایرانه، چون ایران در کردستان حضور داره، در قسمت شیعیان حضور داره، بخشی از منطقه سنی ها رو بهش دسترسی نداره و میدانیم که ایرانی ها نظام جمهوری اسلامی در هر چی کار زشت و پلید و کثیف و ضد اخلاقی و ضد قانونی است، جمهوری اسلامی توش حضور پررنگ داره. هر چی مانع خلاف است اون توش هست. از یه طرف دیگه ماجرای توافق هسته‌ای است در وین، می شود نمی شود، میزو ترک میکنم، میزو میشورم، میزو پاک میکنم، میرم زیر میز، میرم روی میز. ما از اول اعتقاد داشتم که این تو این ماجرا این حل نمیشه، اینا میرن تمدید، برای که 6 ماه دیگه اینو بکشنش به عقب، برن تو سال 2015. کنگرم که تعطیله، بعد از این که تعطیلاتم برگردن فعالیت ها برای انتخابات کنگره است. دستگاه ادمینستریشن آمریکا آقای اوباما تلاش میکنه که بتواند اکثریت سنا رو که داره در حال حاضر همچنان حفظ کنه و بتواند در کنگره هم، در هاوس در حقیقت مجلس نمایندگان هم بتونه از دست جمهوری‌خواها در بیاره اکثریت رو و یه دست همه چی به سمت دموکرات‌ها بشه. بنابراین این بازی هست اتم فلان اینا هم همینه. حالا خودشون میگن که نمیدونم روسیه و چین به ما ناروز زدن، اون میگه به من اینجور کردن اونجور کردن، بازنده است. دیدی که یه مقاله مفصلی هم نشدن راجع به آقای قاسم سلیمانی که سیاست های ابلهانه این بابا جمهوری اسلامی رو به چه فضاحتی کشونده. خود اینا مبتکر داعشن، خودشون مبدع داعشن، کار اینا که در درون نیروهای القاعده نفوذ کردن، طالبانی ها رو تقسیم کردن، و با پول و حمایت و اینها رو ساختن که در سوریه بتونه این فضاحت رو ببره. امروز این چرخیده، از دست جمهوری اسلامی خلاص خارج شده، اصلاً گرفته رو به جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای بازنده بازی است. دیدم یکی یه مطلبی نوشته بود که این آقای فلانی اسمش چیه، مرد جنایتکاره کنی، خب اگه اینجوریه بریم ببندینش به قفل زری، ببرید اونجا پای سقف خونه زنجیرش کنید به زری، دعا کنید، چه خودتون میگی دیگه، هر جا چی بشه قرآن بخونید. در روسیه مگه نمیگه قرآن میخونه همه چی مریضا رو شفا میده؟ خب به قرآن بخونید شفاش بده. به گزارش سایت خامنه ای وی دوشنبه 16 تیر یا 7 ژوئیه یا 7 امروز در سخنانی در جمع مسئولان حکومت ایران افسود، ما به تیم مذاکره کننده اعتماد داریم و مطمئنیم آنها اجازه دستاندازی به حقوق ملت را نخواهند. او در حال این سخنان را بیان کرد که کمتر از 2 هفته تا انقضای مهلت 6 ماهه تعیین شده برای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی باقی مانده و دو طرف در حال نگارش متن نهایی موافقتنامه
اتمی هستن، فقط از ترسش، از شرایطی که به وجود آمده، از وحشتی که دارد، همه در این خلاصه میشن. همش در این، هیچ چیز دیگه ای توش نیست. ما باید یاد بگیریم، تلاش کنیم، بفهمیم که این نظام اهریمن دشمنه، با دشمن هیچ تعاملی نمیشود کرد، هیچ گفتگویی با دشمن نمیشود کرد، اصلا معنی نداره. شما زمانی میتوانی باش گفته بکنی که در مقام قدرت باشی، نیستی که در مقام قدرتی، پس گفتگو نداره، پس جنگه. بگذر. اما یک موضوع بسیار بسیار مهم و مهم، کتابی است که میهنیار نازنین ما با خون دل این کتاب رو تحت عنوان کتاب مقدس ایرانیان شاهنامه فردوسی، آقای سهراب چمنارا این کتاب رو زحمت کشیده به در حقیقت نظم و نثر هر دو این رو آورده و من تلاش میکنم که یک روزی رو در هفته اختصاص بدیم و شروع کنیم بخشای از این رو با همدیگه خواندن. ولی اگر بخواید که در حقیقت کمکی به خودتون کرده باشید و در این ایام تابستان که به مهمانی و باغ و بوستان میروید، با دوستانتون همراهی میکنید و اینها، من فهم میکنم که وظیفه داری که اینا رو بگیری و بین دوستانت تقسیم کنی، ببری به زور به اینا این کتاب رو بدی. راه دینه این کتاب رو میتونی از ما بگیری، میتونی از شرکت کتاب بگیری، فرقی نمیکنه. قیمت کتاب پشت جلدش 20 دلاره. قیمت پستش برای داخل آمریکا 6.99 دلار، برای خارج از آمریکا، کانادا و اروپا و استرالیا و هر جای دنیا که دیگه هستی، از مرز آمریکا که رفت بیرون به گمرک که برخورد کرد، اینو از طریق فدکس برای شما میفرستن. قیمتش هم هست 23.99 دلار قیمت چارج کتاب بابت پول پستش، یعنی برای کسانی که خارج از آمریکا هستن کتاب حدود 43 دلار، حدود که نه 43.99 دلار، 20 دلار قیمت کتاب، 23.99 دلار از طریق فدکس، یعنی به روز بعد در اختیار شما قرار خواهد گرفت. دعوت میکنه که این کتاب رو تهیه کنی. شرکت کتاب در لس آنجلس وبسایت داره، به ما هم تماس بگیرید، اگر خواستید آدرستون رو به ما بدید، بچه‌شو برای ما بفرستید، ما برای شما این کتاب رو میفرستیم. اما آقای چمنارا می نویسد که این کتاب روایتی مختصر از شاهنامه فردوسی به نثر و شعر، ارزشمندترین گنجینه ادبی جهان و بزرگترین افتخار ادبی تاریخی و حماسی ایرانیان است. کلاس اول دبستان، گوشه راست صفحه اول کتاب دست، با شعری از فردوسی شروع می شد: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. و در کلاس بعد حکیم فرزانه به اندرز می گوید: میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همطور که بزرگ می شدیم شاهنامه را تفننی می خواندیم، در حالی که شاهنامه فردوسی گنجینه مملو از این گونه اندرس ها و تعالیم است. کتاب مقدس ایرانیان
هدیه ایست به جوانان ایرانی تا که با صرف چند روز وقت از کم و کیف اسطوره‌ها، داستان‌ها و کمی از تاریخ کهن سرزمینشان مطلع شود. شاهنامه فردوسی نه تنها سرگذشت مردم قدیم ایران، بلکه تاریخ فرهنگ مردمان کهنی است که در پهنه بزرگی از چین تا مدیترانه می‌زیستند. فرهنگی که هزاران سال مورد تاخت و تاز، سوزاندن، غارت و سراشیبی نابودی قرار گرفته و دوباره زنده شده است. این همه در لابلای اشعار فردوسی برای همیشه باقی مانده و خواهد ماند. به خاطر احیای هویت ایرانی و زبان فارسی، ما ایرانیان مدیون فردوسی هستیم و خودش به حق گفته از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام. هر آن کس که دارد حش و رأی و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. شاهنامه داستان شاهان نیست، مجموعه کارنامه هاست که داستان پدران توست و اینکه چطور زنده ماندن، چگونه جنگیده برای پیروزی حق، چگونه قیام کردند، چگونه از طبیعت آموختند و چگونه آن را رام کردند و چطور با جان و تنشان این سرزمین را حفظ کردند، چگونه پیرو راستی و ایمان به خداوند بودند و این همان میراثی است که امروز به دست تو سپرده شده. خواندن شاهنامه خواننده را بر بال سیمرغ سوار کرده و از بلندای دماوند، شهر کیومرث، به پرواز در می آورد و در پهنه ادب ایران زمین از آن بالا، از جوی مولیان رودکی، بعد از طی هفت خان منطق عطار، به بوستان و گلستان سعدی برده و از روزنه دیدگاه عمر خیام و با لذت از بودن دمی با عرفان حافظ در گرمی خورشید مولانا، بالاخره در پایان در کنار خرابه های مدائن سفر به پایان میرسد تا که دل عبرتبین ایوان مدائن را آینه عبرت کند. در اینجا با الهام از کارهای پرارزش محققان شاهنامه فردوسی خلاصه شده به این منظور که جوانان ما حداقل روایتی از داستانهای شاهنامه را بخوانند و بدانند موضوع چیست و متوجه عظمت شاهکار فردوسی بشوند. شاهنامه هست سوی راه قرآن عجم، رتبه دانای توست، رتبه پیغمبری است. خواندن شاهنامه انسان را به اندیشه و گفتار و کردار نیک بیشتر از هر کتاب دیگری راهنمایی میکنه. بازم دعوت میکنم که این کتاب مقدس ایرانیان، شاهنامه فردوسی رو تهیه کنید از طریق شرکت کتاب تا بعد ما بتوانیم با همدیگه این کتاب رو دنبال کنیم و بخوانیم و بدانیم و تشکر کنیم از آقای سهراب چمنارا که به حال او هم در تلاش است تا از این وضعیت فلاکتبار مملکت ما رهایی پیدا بکنه. بنابراین شما برای رهایی نیازمند این هستی که یک کتاب مقدس داشته باشی و اون کتاب مقدس چیزی نیست جز شاهنامه فردوسی. چرا گیر میکنه؟ به هر وقت که افشتر نفر این شاهنامه رو خریدن، وقت ما شروع میکنیم شاهنامه رو با هم دیگه خوندن. اما خانم شکوه میرزادگی مینویسد حلال و حرام کردن گردشگری و پیامدهای زیانبار آن. قرار است در ماه سپتامبر سال جاری کنفرانسی با عنوان توریسم حلال، حلال توریسم، در شهر اندلس اسپانیا برگزار شد.
بر اساس اطلاعات موجود این کنفرانس بیشتر به مسائل تجاری و سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی اروپایی در بخش گردشگری توجه دارد، چرا که صاحبان صنعت گردشگری یا همون توریسم معتقد شدند که گردشگران مسلمان بازار گسترده ای را فراهم آوردند و آنها لازم است راه های نفوذ در این بازار و جذب سرمایه های گردش کننده در آن را جستجو کنند. در این میان به نظر میرسد که حکومت اسلامی نیز به شدت علاقمند شده تا این گردشگری حلال را جایگزین طرح ناموفق ایجاد توریسم اسلامی خود کند که مبتکر اصلی آن اسفندیار رحیم مشایی دولت احمدی نژاد بوده. به همین دلیل گردشگری حلال چنان مورد توجه مقامات حکومت اسلامی قرار گرفته که آقای مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور اعلام کرده است که ایران سردمدار گردشگری حلال میشه. هرچی اینا چند تا داداشن، احمقترینشون همین مسعودشونه. طرح توریسم اسلامی چه بود؟ پس از انقلاب 57 به همان شیوه که مسائل مربوط به میراث فرهنگی و میراث طبیعی ما گرفتار ویرانی ها و بحران های زیادی شد، صنعت گردشگری نیز مرتبا راه نزول و پس رفت را پیموده است. در سالهای اول انقلاب به دلیل خشونت ها و کشتارهایی که در ایران انجام شد طبیعی بود که توریست های غیر مسلمان و حتی مسلمانان غیر شیعه از آمدن به ایران بترسند. پس از آن هم ماجرای جنگ ایران و عراق پیش آمد و گردشگران اروپایی که بیشتر به دنبال دیدارهای فرهنگی در فضای شاد و امن هستند طبعا از رفتن به ایران پرهیز داشتند. پس از پایان جنگ نیز فضای ایران فضایی نبود که بشود برای دیدارهای تفریحی و گردشگری به آن سفر کرد، به خصوص که برای زنان کشورهایی که عادت به حجاب نداشتن مسئله حجاب اجباری مشکل اساسی ایجاد میکرد. در این حال از آنجا که گردانندگان حکومت درکی از اقتصاد علمی امروز نداشتند و برایشان نشستن روی چاهای نفت و گازی که پول و ثروت بی دردسر و راحت را بدون پاسخگویی به مردم فراهم میکرد کافی بود، اهمیت زیادی هم برای نیامدن توریست ها قائل نبود. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی توجه به مسئله گردشگری شروع شد که البته این توجه همچنان نه به دلیل اهمیت این سند در امر اقتصاد و تولید کار در کشور، که به دلیل امکان بهره برداری تبلیغاتی از آن. درود به خانم میرزادگی. حکومت اسلامی تازه میفهمید که برای تر و تمیز کردن چهره خشن و تندخوی خود در جهان به چنین وسیله نیاز داره. این تلاش ها در زمان سید محمد و با مطرح شدن گفتگوی تمدن ها بیشتر شد، اما نتیجه محسوسی نداد و توریست ها همچنان از آمدن به ایران میترسند. با این همه رفسنجانی و خاتمی موفق شدن که با وعده و وعیدهایی در مورد امنیت گردشگران خارجی به ویژه ترس ایرانیان خارج کشور از رفتن به ایران را کمتر کنند. ایرانیان ایران گم کرده نیز می‌خواستند تا حداقل با دیدن و ابراز علاقه و احترام به نشانهای تاریخی و فرهنگی هویت ایرانی خود را حفظ کنند و با نمادهای این تاریخ و فرهنگ را که در گوشه گوشه ایران سر بلند کردند به فرزندان اروپای آمریکایی شده خود نشان دهند. نمونه روشن این علاقه دیدار میلیونی سالانه مردمان از محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ایران در دو دهه گذشته بوده است. با شروع دولت احمدی نژاد و فرمان روایی رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی، حکومت تصمیم گرفت که زوار اسلامی را جایگزین توریست‌های اروپایی و آمریکایی کند. به این منظور نام صنعت گردشگری ایران جای خود را به گردشگری اسلامی داد. رحیم مشایی بلافاصله پس از شروع کار خود در یک سخنرانی رسما گفت که ما به گردش غربی احتیاج نداریم، ما گردشگر اسلامی می‌خوایم. و بر این اساس اولین اقدام این سازمان انجام مذاکرات گسترده با برخی از کشورهای مسلمان و دعوت از بازرگانان آنان بود،
کاری که همراه با برپا داشتن میهمانی‌های مفصل و سرگرم کننده و به دنبال آن هم برگزاری کنفرانس‌های کوچک و بزرگ انجام می‌گرفت. اولین کنفرانس در اسفند 85 تشکیل شد با عنوان همایش بین‌المللی گردشگری کشورهای اسلامی که اگرچه دولت و سازمان میراث فرهنگی پشت آن بودند، اما ظاهراً دعوت از سوی خبرگزاری میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن انجام شده. در این کنفرانس که عنوان بین‌المللی را بر خود داشت، مثل همه گردهمایی‌های بین‌المللی دیگر که در ایران صورت می‌گیرد، جز 5-6 نفری از کشتارهای اسلامی کسی شرکت از کشورهای اسلامی کسی شرکت نداشت. روزالی موهد داوود، قائم مقام سازمان توریستی مالزی، مصطفی اسمیت سارات از فعالین گردشگری ترکیه و عبدالصاحب شاکری صاحب امتیاز نشریه توریسم اسلامی در لندن کل افرادی را تشکیل می دادن که آقای رحیم مشایی گفته بود از 54 کشور اسلامی به ایران قائم. در آن سال درآمد کشورهای مسلمان نشین از محل گردشگری حدود 35 میلیارد دلار در سال گزارش شده، حدود 1/10 درآمد کل توریسم جهانی، که البته ایران در این میان سهمی نداشت و بیشترین آن متعلق به کشورهای ترکیه، مالزی، مصر و عربستان سعودی بود. در این جمع نیز جز کشور عربستان که درآمد گردشگریش از محل سفر زوار، یعنی کسانی که صرفاً به قصد زیارت می‌روند، تأمین می‌شود، بقیه کشورها بیشتر به دلیل آثار تاریخی و فرهنگی و وضعیت آب و هوا و محیط طبیعیشان موفق به جلب توریست شده بودند. دولت احمدی نژاد مرتب ادعا می‌کرد که قصد دارد با به وجود آوردن توریسم اسلامی علاوه بر ایران درآمد کشورهای اسلامی دیگر را هم بالاتر ببرد. اما سود این گردشگری اسلامی تنها به جوب کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان، عراق، مالزی و اندونزی و کشورهای اطراف خلیج فارس رفت و سر ایران بیکلاه ماند. به این شکل سازمان میراث فرهنگی دست آژانس‌های مسافرتی و کاروان‌ها را که ظاهراً به قصد جذب توریست‌های ایرانی را به خارج می‌بردند باز گذاشت تا به هر شکلی که می‌خواهند ایرانیان را به این کشورها ببرند و پول‌های ایران را در آنجا خرج کنند. این خانم میزادگی دقیق نگاه کردی، این پوستشه ولی مغزش هنوز چیز دیگه است. این از همین طریق توانست این همه فساد رو به کشورهای دیگه منتقل کنه. دکه‌های رباخاری، صرافی، طلافروشی، هتلداری، هر جایی که پول نقد هست و میشود ارتباط گرفت با اجانب و فساد از کارتلای قاچاق مکزیکی گرفته تا اونایی که تو آفریقا الماس قاچاق میکنن، تا اونایی که تو خیابونای عراق و سوریه و اینا پول فارسی میگیرن، پول خارجی به شما میدن. بله، میخوان ایرانیان را به این کشورها برن و پولهای ایرانیان را در آنجا خرج کنن. به انسان ایران در زمینه توریسم اسلامی، یعنی توریست های مسلمانی که از جیب خود پول خرج میکنن، توفیقی نداشت و توریست های مسلمان و اغلب سنی کمتر به ایران میامد. کسانی هم که در لیست های آماری توریست ها نمایش داده میشدن یا فقط بازرگانان و ورزشکاران و گروه های دیگری بودند که با پول دولت به ایران میامدن و در هتل های 5 ستاره پذیرایی میشدن و یا دست دست زوار فقیر مقابر متبرکه بودن و یا معدود گردشگر زرنگی که به خاطر گذراندن 2 هفته مجانی به ایران می آیند و ناگزیر همراه راهنماهای تور به زیارت امامزاده‌های می رفتند که احتمالاً هیچ اعتقادی به آنها نداشتند. در واقع توریستان پولی به ایران نمی آوردند، اما ایرانیان پولشان را در کشورهای اسلامی خرج می کردند. در همان زمان مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت به خبرنگاران گفت که در روزهای عادی حدود 4000 زائر به عراق داریم و هر زائر ایرانی حدود 500 دلار برای عراق سوداوری داره، یعنی روزانه حدود 2 میلیون دلار ارز ایران به کشور عراق میره
و مبالغی که حتما در روزهای خاص مذهبی چندین برابر میشه. البته حکومت با استفاده از این نوع گردشگری اسلامی ظاهرا به مقاصد سیاسی خود رسید، یعنی توانست مأموران مخصوص خود را در لباس گردشگر یا زوار به کشورهای اسلامی شیعه نشین بفرستد. تا انواع اقدامات سیاسی و دخالت‌های غیرقانونی خیش را پنهانی به اجرا درآورد. توفیق ظاهری که البته اکنون پس از ماجرای سوریه و عراق و برخی دیگر از کشورها این اقدامات بر همگان آشکار شده است. درود به خانم میرزاده. و بالاخره اینکه در طول 8 سالی که احمدی نژاد و همراهش رئیم مشایی یعنی در ظاهر و پشت پرده در ایران فرمان روایی می‌کردند، انواع همایش‌های اسلامی را برای گردشگران تدارک دیدن، مثل کنگره گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، همایش بین‌المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت در مشهد مقدس، همایش بین‌المللی گردشگری اسلامی و امثال هم. اما همه این گرد همایی‌ها نیز با وجود داشتن نام بین‌المللی تنها 5-6 مهمان از کشورهای دیگر دارد که به زحمت یکی دوتشون در امر گردشگری اهمیتی جهانی داشتند. علاوه بر این در سالهای گذشته مبالغ سرشاری صرف تبلیغات در کشورهای مختلف شد که پر سر و صدا ترین آنها راه اندازی تلویزیون ماهواره گردشگری با بیش از 50 میلیون دلار هزینه در دبی بود که پس از چند ماه کار دیگر خبری از آن نشد. به حال در نهایت کار برانگیختن علاقه مردمان مسلمان کشورهای اسلامی برای دیدار از ایران هم کاملا با شکست روبرو شد، زیرا کمال نادانی و تعصب است که رؤسای سازمان فرهنگی یک کشور برای جلب توجه توریست ها به جای برخ کشیدن صدها اثر تاریخی و فرهنگی ایران هم از اسلامی و غیر اسلامی، با نهادن نام اسلامی و صنعت توریسم خود تنها بخواهد بر بخش آثار مذهبی و زیارتگاه های شیعه خیش که تعداد و قدمتشان 1/100 کل میراث فرهنگی و تاریخی هم نمیشود تاکید کند. جالب است که اکنون نیز رؤسای جدید سازمان میراث فرهنگی همان گندگوهای دولت گذشته را ادامه داده و سعی دارند که بیشتر به جذب توریست های مسلمان توجه کنند. مثلا سازمان میراث فرهنگی مدعی است که با رویکرد و سیاست های دولت جدید در زمینه جذب توریست، صنعت گردشگری روند رشدی 220% داشته است. او بخش عمده ای از این روند مثبت توسعه و رونق گردشگری را به سیاست‌های مثبت دولت، تنزدایی با سایر کشورها و بخشی به بروز جنگ در کشورهای منطقه مرتبط است که باید از این موقعیت به عنوان یک فرصت طلایی استفاده کنیم. ولی در همون گفتگو وقتی ایشان آمار سال 2013 را میداد، می‌بینیم که با وجود این رشد 220% ایشان، گردش ارزی در حوزه گردشگری جهانی طی سال 2013 بالغ بر 1250 میلیارد دلار میباشد که 5 میلیارد آن نصیب ایران شده و 10 میلیارد از ایران خارج شده. سلطانیفر همچنین در این گفتگو اظهار امیدواری کرده که با تکمیل زیرساخت‌ها در عرصه گردشگری ایران سردمدار گردشگری حلال در دنیا می‌شود و تا سال 1404 شمسی 20 میلیون گردشگر با درآمد 25 تا 30 میلیارد دلار خواهد داشت. یعنی در واقع باز امید این دولت هم بر این است که گردشگران مسلمان زیر پوشش گردشگری حلال بتوانند ایران صاحب صنعت گردشگری پردرآمد کنند. اما تفاوت گردشگری مذهبی با گردشگری حلال، اگرچه توریسم اسلامی به اصل حکومت اسلامی مسلط بر ایران راه اندازی شد و به شکست انجامید، اما قرن هاست که در کنار گردشگری به طور عام که به قصد تفریح، دیدارهای فرهنگی و تاریخی، آشنا شدن با کشورهای مختلف و فرهنگهای مختلف صورت میگیرد، گردشگری دیگری به نام گردشگری مذهبی یا ریلیجیوس توریسم یا به قول خودمون گردشگری زیارتی نیز وجود داشته است.
در این نوع گردشگری که همچنان در جهان وجود دارد و کسی هم با آن مخالفتی ندارد، مسلمان و زرتشتی و مسیحی و یهودی و بودایی و بهایی و خلاصه همه پیروان هر مذهب و دین دیگری برای زیارت معابد آرامگاه های قدیسین و شرکت در برنامه های مختلف مذهبی خود از کشوری به کشوری و از شهری به شهری سفر میکنند. این گردشگران جز زوار کعبه مسلمانان، چرا که ظاهراً ورود غیر مسلمانان به مکه مجاز نیست، خود را از دیگران جدا نمی کنند و حتی برخی از پیروان ادیان ترجیح می دهند که با دیگران مخلوط شده و رابطه نزدیک و دوستانه با دیگر مردمان آمده از هر دین و مذهب و حتی بی مذهبی داشته باشند. درست همان وضعیت که در ایران قبل از انقلاب اسلامی برقرار بود و در فرهنگ ایرانی ما به صورت عیسی به دین خود، موسی به دین خود و یا از یک گوهر بودن انسان بیان می شود. این گردشگران با حفظ آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی خود ابایی ندارند که در هر هواپیمایی بشینند و در هر هتلی اقامت کنند. گردشگری حلال اما با تعریفی که خود طرفداران مطرح میکنند، نوع گردشگری است که کارش بر بنیاد جداسازی انسانها از هم و تفکیک آنها به مسلمان و غیر مسلمان است و بدتر از آن به صورتی غیر مستقیم گردشگری را به دو شعبه حلال و حرام تقسیم میکنند. به جز در سایت های ایران که به خصوص اخیراً با آب و تاب تمام درباره توریسم حلال مینویسند، تنها در ویکی‌پدیا انگلیسی و یک سایت دیگر از نوعی گردشگری دیگر با نام حلال برمیخوریم و این دو منبع نیز این نوع گردشگری را اینگونه توضیح میدهند. گردشگری حلال یکی از زیرشاخه‌های گردشگری دینی است که مخصوصاً خانواده‌های مسلمانی درست شده که تابع شریعت اسلامند. و یا در توضیح آینده‌ای که برای این نوع گردشگری پیش‌بینی می‌شود می‌گوید گردشگران حلال در هتل‌های مخصوص جای می‌گیرند، هتل‌هایی که الکل و گوشت خوک در آنها سرو نمی‌شود، استخر و ورزشگاه زنان مردانه دارند و در آنها زنان از حجاب اسلامی استفاده میکنند و احتمالاً نمازخانه دارند. پیشبینی میشود که هواپیماهای نیز به سرویس هواپیماهای عمومی اضافه خواهند، چون که علاوه بر الکل و گوشت خود، گوشتهای غیر حلال را نیز در لیست غذاهایشان نداشته باشند. هنگام نماز را اعلام کنند، قرآنهایی در جیب جلوی صندلی مسافران قرار دهند، به عنوان برنامههای سرگرم کننده ویدیوهای مذهبی نشان دهند. چرا آوردن واژه حلال به همراه گردشگری زیان بخش است؟ همونطور که همگان آگاه هستند، در اسلام حلال به معنای جایز، مجاز و رواست و حرام به معنی ممنوع و خط قرمزهایی است که نباید از آنها عبور کرد یا حتی با آنها نزدیک شد. و به این ترتیب وقتی گردشگری با پسوند حلال به کار می رود، طبعا متضاد آن نیز یعنی گردشگری حرام خواهد بود. اشاره تلویحی که در اذهان ها اثر می‌گذارد. من هنوز نمی‌دانم و همچنان به دنبال این هستم که بدانم آیا سازمان جهانی جهانگردی اینو توریسم را به رسمیت می‌شناسد یا نه. علت کنجکاوی هم آن است که این سازمان علاوه بر اینکه مدعی است برای متقاعد کردن کشورهای عضو از طریق معرفی مقاصد توریست ها از سفر، حد اکثر منفعت اقتصادی که توریست میتواند با خود به همراه بیاورد و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه توریسم و غیره، در این حال کاهش تأثیرات زیست محیطی و تأثیرات منفی اجتماعی آنها برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های جهانی اخلاق حرفه‌ای در توریست تلاش میکند و بران تأکید دارد که اعضایش موظف به اجرای اهداف تر موسوم به توسعه هزاره هستند که در آن مثلا به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تاکید دارد. لذا می توان پرسید که آیا این نوع حرام و حلال کردن صنعت گردشگری به این گونه اهداف و خواستا لطمه نمی زند؟ یا آیا سلامت و آرامش کسانی را که نمی خواهند گردشگر حلال باشند تهدید نمی کند؟ با آیا اشخاصی که به سفر حلال نمی روند امنیتشان از سوی افرادی مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؟ البته اینها برای من فقط پرسش است. ولی به راستی چه
عیبی داشت که اگر علاقمندان به اجرای شریعت اسلامی در عین سفر با مسلمانانی که نمیخوان حتی در سفر با غیر مسلمانان در بیاموزن از همان نام عام توریسم مذهبی استفاده میکردن، یا حتی تاجران و سودجویانی که برای به دست آوردن پول بیشتر به هر وسیله‌ای متوسل میشوند میتوانستن چنین برنامه‌ای را بدون گذاردن نام حلال بر آنها اجرا کنند، و نه اینکه این گونه توجیه شود که همه کسانی که به گردشگری به معنای عام میروند و یا همه کسانی که به گردشگری مذهبی مربوط به مذاهب غیر اسلامی میروند کار حرام انجام میدهند. با وضعیت که در سالهای گذشته در جهان از سوی برخی از گروه‌ها و مسلمانان متعصب به وجود آمده، مثل بوکو حرام و یا داعش و یا گروه‌های دیگر و یا حتی متعصبینی که در ایران خودمان هستند و رسما انواع محدودیت‌ها را برای مردمان و به خصوص زنان به وجود آوردن، کاملا آشکار است که این گونه نامگذاری ها می تواند خطرات متعددی را برای گردشگرانی داشته باشد که یا مسلمان نیستند یا نمی خواهند مطابق شریعت اسلامی که البته خود به دو شعبه شیعه و سنی تقسیم می شود عمل کنند. و از همه بدتر اینکه برقراری این گونه جریان ها در کشورهای چون ایران که حکومت مذهبی دارند و احکام اسلامی به شدت در آنها اعمال می شود سبب تبعیض‌های بیشتری خواهد شد. فرضاً حکومت اسلامی همون گونه که می تواند به راحتی حکم کند که مردمان چه بپوشند و چه بنوشند و برای خصوصی ترین مسائل مردمان ایران با هر مذهب و بی مذهبی که داشته باشند نیز احکام دارد و اون احکام را زیر پوشش قانون بر همگان تحمیل می کند، ممکن است فردایی اعلام کند که مردمان ایران فقط می توانند به سفرهای حلال بروند. کدام بعیدی بوده است که در سایه حکومت عجیب و یا انجام شدنی نشده باشد؟ شکوه میرزادگی، جولای 2014. وقتی بفهمی که فرق این دوتا کدام است، چون این اتفاق میفته. همین. باز عرض کنم خدمت اون دسته از علاقمندان به برنامه های میان تیوی و علاقمندان به وطن و میهن، دعوت میکنم که این در حقیقت کتاب مقدس ایرانیان شاهنامه فروسیکاری از آقای سهراب چهارنارا که این رو به دو صورت نظم و نثر در آورده است، این رو میتونید از ما یا از شرکت کتاب تهیه کنید. قیمت کتاب 20 دلاره. برای کسانی که داخل آمریکا زندگی میکنن 6.99 دلار باید پول پستش بدن. برای کسانی که در خارج از آمریکا از کانادا و غیره و هر جای دنیای دیگه هست با قیمت 23.99 دلار اینا میتونن کتابو از طریق فدکس دریافت کنن که سریع به دستشون
برسه. من دعوت میکنم که دوستان این کتاب رو هر چه زودتر تهیه کنند، به صورت کادو به دیگر دوستانشون هم بدهند و اون داستان نویسنده معروف ترکیه کمال یاشار گفتش که من در یکی از این سفرهایی که داشتم برای معرفی کتابم و سخنرانی در این جلسات کانونای فرنگی همه جای دنیا جمع میشن و دور هم دیگه چایی میخورن و اینها، گفت وقتی که به آلمان رفتم در فرانکفورت مهمان مرد همشهری شدم که او در کار بازار میوه و اینا بود، عمده فروش میوه بود تو بازار بارفروشا، و این شب ما رو دعوت کرد به خانه مجلل و زیباش و گفت امشب شما مهمان ما باش. به وقتی رفتیم ما رو دعوت کرد به کتابخونه و دیدم او چقدر کتابای من داره تو کتابخونهش به زبان‌های مختلف ترکی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه هرچی ترجمه شده، یعنی همه کتابای منو داره. یعنی با تعجبش بودم که دانش تو که اصلا سواد خوندن نداری، پس همین کتاب منو برای چی نگاش؟ گفتش که من به جای اینکه مهمانیایی که میرم، به جای اینکه با شراب دستم بگیرم به مهمانی برم، کتابای تو رو میبرم اونجا و به مردم هدیه میکنم. البته اون یه تاجر بود، وضعش مایش خوب بود، میتونست این کارو بکنه، ولی ما هم میتوانیم این کارو بکنیم. بالاخره به عنوان هدیه، به عنوان ترغیب و تشویق برای رساندن پیام و خواندن کتاب و اینا، میتوانیم از این روش ها استفاده کنیم. من فهم میکنم که روش های مطلوب و خوبی هم هست. دعوت میکنم که این کتاب رو تهیه کنیم. ما هم یک روز در هفته رو اختصاص خواهیم داد به این ماجرا و این کتاب رو براتون میخونیم. Sent from iPad TV میهن پرژیا، نمیدونم چی هستین شما. اینه که شما با موبایلت فرستادی برای ما ایمیل، چیزی برای ما نیومد، خالی آمد. اما آقای تام میرانوفسکی معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش دموکراسی، هیومن رایت و کارگران، دولت بحرین ایشون رو از خاک خودش خواسته که خاک بحرین رو ترک کنه. علت چونه که ایشون روز قبل دیروز با در حقیقت یه نشستی داشته بحرین شیز اپوزیشن گروپ با شیعیان بحرینی، ایشون رفته نشسته دولت بحرین، این آقای معاون وزیر خارجه آمریکا رو از کشور خودش بیرون کرده. همواره این هم اما یکی دو تا نکته دیگه هست و اونی که نمیدونم این تا چقدر درسته یا نه، گفت العهدت و علی راوی، اگر که راوی مغرض نبوده باشد. ترجمه قسمتی از سخنان نخست وزیر استرالیا خطاب به مسلمانان رادیکال کشور استرالیا، میگه برای چی کشور مسلمان خود را ترک کردید و خدای اسلام خود را آنجا رها کردید؟ ببخشید. بله ببخشید. میگوید که این وزیر نخست وزیر استرالیا که برای چی کشور مسلمان خود را ترک کردید و خدای اسلام خود را آنجا رها کردید و به اینجا مهاجرت کردید.
برای آزادی، برای عدالت، برای زندگی بهتر، برای عدالت اجتماعی و برابری در برابر قانون این کشور، برای امکانات آن در کار و آینده بهتر برای خود و فرزندانتان و برای آزادی آینده آنان. پس این ادعای برتری نژادی و دینی خود را کنار گذاشته و به چیزهایی که به دست آورده، یعنی ما به شما داده ایم و هیچگاه نداشته اید، احترام بگذارید. در این غیر این صورت هر کجا میخواهید بروید. نه یا بگو که دین من برحق است، من اصله هم، من آمده ام که تو را نجات بدهم، راه سعادت از دین میگذرد. این مزخرفات رو فراموش کنید. نشان داد که نمیگذرد، نشان داد که اینا خزعبل است که میگویی. راه سعادت از دین نمیگذرد. یه پدیده است کاملا شخصی، فردی، خصوصی، ولی اون چیزی که مردم رو به سعادت میرساند اصلش پدیده آزادی است که در کنار آزادی شما به دنبال عدالت اجتماعی حرکت میکنی، سوشال جاستیس رو میخوایی، عدالت. این اصل همه ماجراست در حقیقت. شما به دنبال یه چنین ماجرایی حرکت میکنی. اما باز قبل از اینکه به سراغ مطلبی از آقای مسعود نقره‌کار برم، این شعر زیبای سهراب سپهری رو عزیزی برای من فرستاد و گفت شب آرامی بود. می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چای در دست، گل لبخندی چید، هدیهش داد به من. خواهرم تکنانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است، زندگی آبتنی کردن در این رود است. وقت رفتن به همان اوریانی که به هنگام ورود آمده این، دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کش. زندگی را همین اکنون است. زندگی در همین اکنون است. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغ شدی آخرین فرصت همراهی با امید است. زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک به جا میماند. زندگی سبزترین آینه، سبزترین آیه در اندیشه برگ زندگی، خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود. زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر زندگی. باور دریاست در اندیشه، باور دریاست در اندیشه. ماهی در تنگ که زندگی ترجمه روشن خاک است. در آینه عشق زندگی فهم نفهمیدن هاست. زندگی پنجره باز به دنیای وجود، تا که این پنجره باز است جهانی با ماست. آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. فرصت بازی این پنجره را دریابیم. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش. پر مهر نسیم پرده از ساحت دل برگیریم. رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است. زندگی شاید شعر پدرم بود که خوان. چای مادر که مرا گرم نمود، نان خواهر
که به ماهی ها داد. زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم. زندگی زمزمه پاک حیات است. میان دو سکوت زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم میخواهد قدر این خاطره را دریابیم. اینم چشم شعری از سهراب سپهری بود که این دوست ما برای ما فرستاد و اصرار داشت که حتما این شعر رو بخوانی که ما هم برات خواندیم. اما مسعود نقره‌کار عزیز ما، زنان جاهل و لات، مطلبی از مسعود نقره‌کار می نویسد که درباره نقش اجتماعی و سیاسی زنان در تاریخ میهنمان فراوان گفته شده است. از برابری زن و مرد در دوره هخامنشیان و سلطنت پوراندخ، نخستین شاهنشاه زن در دوره ساسانیان گرفته تا نقش تأثیرگذار زنان در دوره غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و حکایت عزل خواجه نظام و ملک وزیر توسط ترکان خاتون همسر ملکشاه سلجوقی. و با این حال اما فراسوی آن همه روایت و حکایت و افسانه، انقلاب مشروطه سرفصل حرکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان و خواستای آزادی‌خواهانه‌شان شد. حرکت‌های اجتماعی و سیاسی که همراه با آغاز دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه در دوران تدارک و شکل‌گیری انقلاب مشروطه شکل جمعی و سامانیافته به خود گرفتند. انقلاب مشروطه و اصلاحات و دگرگونی‌های متعاقب آن تغییرها و تحول‌ها در بافت و ساخت جامعه پدید آوردند. بهبود و رونق اقتصادی و بازرگانی و روابط تجاری و کسب و کار، رشد شهرنشینی، گسترش آموزش و پرورش، افزایش انواع رسانه‌ها، طرح و تصویب قوانین مترقی مربوط به حقوق زنان در خانه و جامعه و غیره نمونه‌هایی هستند که تغییر وضعیت و موقعیت اجتماعی زنان را سبب شدند و ابعاد تازه‌ای به حضورشان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی دادند. این تغییر و تحول را عوامل گوناگون سبب شدند. تأثیرپذیری از فرهنگ و سیاست در غرب، به ویژه از افکار و آرای لیبرالیستی درباره جایگاه و نقش زنان در خانواده، جنبش‌های زنان در جهان، به ویژه جنبش زنان در آمریکا، یعنی جنبش زنان نیویورکی به سال 1857، جنبش بابی چیه که و نقش زنانی مادرند تاره قرة‌العین و مکتوبات آخونزاده و طالبوف و میرزاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و برخی دیگر از روشنفکران آن است درباره آزادی زنان و موقعیت آنان در خانه و جامعه و پرداختن مسئله حجاب. انقلاب 1905 روسیه و تأثیر آن در شمال ایران، نقش اجتماعیون عامیون، رخدادها و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی که زنان نیز در آن حضور فعال داشتند، مانند جنبش تنباکو، حمایت گروهی از زنان تهران از انقلابیون مشروطه، حضور زنان در جنبش تشکیل بانک ملی، تحریم محصولات وارداتی و مصرف پارچه‌های وطنی، ایستادگی در برابر اولتیماتوم‌های دولت‌های خارجی و غیره در زمره عوامل بروز و بارقه‌های تغییرها و تحول‌ها و حضور در عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی و سیاسی بودند. متأسفانه علارغم نقش و تأثیر زنان در پیدایی و شکل‌گیری انقلاب مشروطه در اولین دوره مجلس شورای ملی، نه فقط هیچ عنایتی به حقوق زنان نشد، بلکه بار دیگر بساط تحقیر زنان را پهن کرد. ماده 10 و ماده 13 قانون انتخابات مصوب 1287 شمسی 9 گروه را از حق انتخاب کردن محروم کرد. اولین گروه نصفان بودند که در کنار مرتکبین قتل و سرقت، متکدیان، اشخاصی که وسایل بیشرفانه کسب معاش می نمایند و مجانین و کفار از حق انتخاب کردن محروم شدند.
و در دوره دوم مجلس و اصلاحیه قانون انتخابات نیز با اظهار مخالفت جدی نمایندگان از حق رأی محروم مانده. این بی‌عدالتی ها اما عزم زنان برای دستیابی به حقوقشان جذب تر کرد. آنان با برپایی تجمعات مختلف به ویژه در تهران و گسترش فعالیت های اجتماعی در انجمن های همچون انجمن آزادی زن، اتحادیه غیری نسوان، انجمن نسوان، انجمن مخدرات وطن و دیگر انجمن ها و کمیته ها، انتشار نشریه و خبرنامه ها، به تلاش و مبارزه سخت و طاقت فرسا در راه تحقق خواسته هایشان ادامه داد. طاقت فرسایی و میزان سختی مبارزات زنان هنگامی قابل فهمتر می شود که دریافت زنان در چه شرایطی و با چه قوانین و موجوداتی در افتاده بودند. دو نمونه از این موجودات، یکی سید حسن مدرس و دیگری شیخ فضل‌الله نوری بودند. اولی با همسان قرار دادن زنان با سفها و دیوانها تأکید داشت که خداوند در زنان قابلیت قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، و دومی باز شدن مدارس دختران را در ردیف ترویج فاحشه‌خانه ها می دید. دوره رضاشاه علی‌رغم دشمنی رضاشاه با مشارکت سیاسی مردم و احزاب و سازمان‌های سیاسی، زنان اما نفسی تازه کردند و مبارزه زنان و تشکل‌ها و انجمن‌هاشان جان تازه‌ای گرفتند. اگرچه اکثر تشکل‌ها و سازمان دهان در ارتباط با دربار بودند، اما نمونه‌های نیز وجود داشتند که مستقل عمل می‌کردند. در این دوره نقش دربار در کنترل و سازماندهی مبارزه زنان در حدی بود که حتی شخص رضاشاه بر برخی از این تشکل‌ها، سازمان‌ها و کنگره‌های مربوط به زنان نظارت داشت. جمعیت نسوان وطنخواه و انجمن مخدرات وطن به ریاست محترم اسکندری نیز در زمره تشکل‌های فعال این دوره بود. تبعید رضاشاه و روی کار آمدن محمد رضاشاه با تغییر فضای سیاسی و فرهنگی در جامعه همراه بود. در فاصله شهریور 20 تا سالهای 31 و 32 فضای سیاسی و اجتماعی نسبتاً آزاد و مساعدی ایجاد شد. در چنان فضایی بر تعداد تشکل‌ها و انجمن‌ها و نشریه‌های زنان افزوده شد. برخی از این تشکل‌ها از طریق نظارت و کمک دربار و اشرف پهلوی سر و سامان گرفتند. کانون بانوان که در سال 1127 شکل گرفت و ریاست آن با هاجر تربیت بود، از تشکل‌های مهم زنان این دوره بود. فاطمه سیا و صفیه فیروز حزب زنان ایران را تأسیس کردند. این حزب در کنار خواستای متعدد روی حق رأی زنان تأکید ویژه داشت. حزب توده ایران نیز خواستار تأمین حقوق زنان بود و در نخستین کنگرهش در مرداد ماه 1323 مسئله حقوق زنان را در برنامه خود مطرح کرد. در این دوره تشکل‌های بسیاری شکل گرفتند که هر کدام برنامه و وظایف خاص پیش می برد. انتشار نشریه و خبرنامه، سوادآموزی، ایجاد مدرسه برای دختران، برپایی کلاس‌های اکابر، کلاس‌های آموزش آشپزی و خیاطی، آرایش، قلاب بافی، آموزش نقاشی و غیره، در کنار مبارزه برای دستیابی به حقوق اجتماعی سیاسی همچون حق رأی و حضور و مشارکت سیاسی در زمره فعالیت‌های تشکل‌ها و انجمن‌های زنان بودند. از این نوع انجمن‌ها می‌توان از جمعیت پرورش کودک، انجمن مبارزه با بیسوادی زنان، جمعیت شیر خورشید سرخ بانوان و غیره نام بود. سال 1330 مصدق پیشنویس لایحه انتخاباتی را تدوین کرد که در آن حق رأی زنان به رسمیت شناخته شده بود. لایحه با مخالفت گروه‌های از جبهه ملی مواجه شد. افرادی که حق رأی به زنان را محرک بی‌ثباتی سیاسی، انحراف از مذهب و هرج و مرج اجتماعی می‌دانستند. آیت الله کاشانی، فدایان اسلام و بسیاری از مراجع تقلید نیز از مخالفان حق رأی زنان بودند. زنانی که تنها وظیفه‌شان را سرپرستی خانواده و داشتن فرزند می‌پنداشتند. در همین دوران حزب زنان ایران نیز که به شورای زنان ایران تغییر نام داده بود، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تأمین حق رأی زنان آغاز کرد. مهرانگیز منوچهریان
که بعدها به سمت سناتور منصوب شد، در همکاری با این شورا تلاش‌های چشمگیری برای احقاق حق رأی به زنان کرد. اما مخالفت‌ها و اعتراض‌ها آنقدر بالا گرفت که دولت مصدق مجبور به عقب نشینی و حذف عبارت مربوط به حق رأی زنان از لایحه قانون انتخابات شد. اقدامی که اعتراض سازمان‌ها و فعالین حقوق زنان به همراه داشت. صدیقه دولت آبادی در نامه‌ای به محمد مصدق نوشت: حضرت مستطاب، آقای دکتر مصدق، آیا عقیده شخصی حضرت عالی این است که زنان امروز در مقابل قانون دوره اول مشروطیت پست‌تر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفی شوند؟ سرکوب و تشدید اختناق گسترده بعد از کودتای 28 مرداد 32 بر فعالیت زنان آزادیخواه تأثیر گذاشت و باعث محدود شدن و کاهش فعالیت آنان شد. سازمان زنان طرفدار اعلامیه حقوق بشر، جمعیت راه نو و شورای زنان ایران از تشکل‌های فعال این دوره بودند. در مهر 1335 شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایران به منظور همکاری و تشریک مساعی میان جمعیت‌های مختلف زنان تشکیل شد. فرخروی پارسای از اعضای هیئت مدیره این شورا بود. یکی از اهداف اصلی این شورا کسب حقوق سیاسی برای زنان تعریف شد. شورای عالی زنان که اشرف پهلوی ریاست آن را بر عهده داشت و اطلاعات بانوان و سایر نشریات دولتی از حق رأی زنان حمایت کردند، اما انتخابات مجلس بیستم در سال 1339 باز بدون حضور زنان برگزار شد. آخوندها به ویژه آیت الله بروجردی دست از مخالفت با این خواسته های زنان بر نداشتند. در سال 39 گروهی از زنان جلوی ساختمان مجلس سنا تجمع کردند و خواستار حق رأی برای زنان شدند. در سال 40 اتحادیه زنان حقوقدان ایران خواستار حقوق مساوی با مردان در همه شئون زندگی سیاسی و اجتماعی شد. دولت اسدالله علم سرانجام تصویب‌نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی ولایتی را از مجلس گذراند. تصویب‌نامه‌ای که در آن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان به رسمیت شناخته شد. گروهی از آخوندها از جمله آیت الله خمینی مخالفت کردند. خمینی اعلام کرد وظیفه دینی همه ماست که بگوییم و بخواهیم قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود. اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند. فشار امثال خمینی و گروهایی از اصناف و بازاریان و مذهبی‌ها آنقدر ادامه یافت که اسدالله علم را واداشت لغو تصویب‌نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی ولایتی را اعلام کند. شورای عالی جمعیت‌های زنان و اتحادیه زنان حقوقدان ایران نیز با صدور بیانیه‌ای به عقب نشینی دولت در اثر اعتراض مذهبی‌ها به شدت انتقاد کرد. زنان هم سرانجام در انقلاب سفید شاه و مردم صاحب حق رأی شدند و برای نخستین بار در انتخابات شرکت کردند. در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی برای اولین بار بعد از مشروطه 6 زن به مجلس شورای ملی راه یافته و 2 زن از سوی شاه به عضویت در مجلس سنا منصوب شده. از اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از مشروطه تا سال 41 نیم قرن طول کشید تا بالاخره زنان ایرانی بعد از سالها مبارزه به حق رأی دست یابند. در شورش ارتجاعی خرداد 42 زنان حضوری چشمگیر و فعال نداشتند. زنانی که یکی از دلایل این شورش ارتجاعی پایمال کردن حقشان بود به صحنه نیامدند. شاید رنگ مذهبی شورش سبب شده بود که هر دو سو رعایت نوامیس خود کنند. با این حال از سوی مذهبیون ادعا شده است که قیام 15 خرداد اولین قیام گسترده علیه استبداد بود که با حضور زنان مسلمان با پوشش اسلامی و شعارهای دینی همراه گشت. تلیه این کار در شهر مقدس قم انجام گرفت و بسیاری از زنان مؤمن در این قیام شرکت داشتند. در این قیام به شهادت رسیدند. پس از انقلاب سفید شاه و مردم، زنان با حضور تاثیرگذارشان در عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، آموزشی، علمی و فنی توانایی خود نشان دادند و به سرعت پست‌ها و مشاغل و موقعیت‌های مختلف سیاسی، علمی و فنی، فرهنگی و اداری و انتظامی به دست آوردند و سبب تغییراتی جدی و چشمگیر در شخصیت و جایگاه اجتماعی زنان در جامعه شدند.
انقلاب بهمن و قدرتگیری حکومت اسلامی سرآغاز لطمه زدن به جنبش آزادیخواهان زنان در جامعه شد. در آغاز تلاش‌ها و مقاومت‌های از سوی زنان آزادیخواه در برابر هجمه روحانیون و پیروانشان به حقوق زنان صورت گرفت. اما سرکوب وحشیانه و خونین حکومت اسلامی قدرتمندتر از مقاومت زنان عمل کرد. حکومتیان تلاش کردند زنان را به قرن‌های گذشته بازگردانند. حکومت اسلامی در کنار سرکوب احزاب و سازمان‌ها و تشکل‌های مختلف که زنان نقش اساسی در آنها داشتند، هزاران زن آزاداندیش و آزادیخواه را زندانی و شکنجه و اعدام و یا روانه تبعید کرد. زنان اما در تبعید و مهاجرت و در داخل کشور به مبارزات خود برای دستیابی به حقوقشان ادامه دادند. زنان جاهل و لات. در کنار زنان روشنفکر، کوشنده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، تحصیل کرده، مرفه و نیمه مرفه، گروه ها و قشرهای دیگری از زنان که برخی برآمده از انقلاب مشروطه بودند، فعالانه حضوری سیاسی و اجتماعی داشتند. گروهی از زنان کارگر و زحمتکش یا شاغل در بخش‌های مختلف خدماتی در حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی مختلف و یا تشکل‌های صنفی و دموکراتیک وابسته به این احزاب و سازمان‌های سازماندهی شده و فعالیت می‌کردند. در میان قشبندی ها و گروه های مختلف گروهی از زنان که غالبا به عنوان ابزار پیشبرد سیاست ها و خواستای قدرت های سیاسی و دینی از آنان استفاده نشد نیز بودند. زنانی اکثرا بی سواد و قربانی ستمگری ها و بی‌عدالتی های اجتماعی و فرهنگی و مذهبی که به دلیل ویژگی های شخصیتی و نیز شرایط خاص زندگیشان به مبارزه سیاسی و اجتماعی کشانده می شدند. این زنان به گروه اجتماعی لوتی ها و جال ها و لات ها تعلق داشتند. اسلاف گروه اجتماعی جال ها و لات ها یعنی گروه های اجتماعی که با عناوین عیاران و جوانمردان و فتوتیان و ملامتیان و شطاران و لوتی ها شناخته شدند. گروه های مردانه بودند و ویژگی های مهمشان را جوانمردی می دانستند. گروه های زنانه با چنین ویژگی هایی تا پیش از انقلاب مشروطه اگر هم وجود داشتن بسیار نادر و کم تأثیر بودن. در گروه های اجتماعی ذکر شده زنان تنها به عنوان پشتیبانان مردان گروه بودن، نه به عنوان فردی از اعضای گروه. زنانی که دارای صفت جوانمردی یعنی جسارت و شهامت و بخشش و مردمداری و رازداری که گویی فقط از مردان و جنس مذکر سر میزد نبودن. تنها در حوزه ادبیات به ویژه افسانه‌های فولکلوریک به زنان جوانمرد نیز اشاره شده که در داستان سمعک عیار به نمونه از آن برمی‌خورد. سمعک وقت سخن یافت، برخاست خدمت کرد و گفت: ای مادر، دانی جوانمردی چیست و پیشه کیست؟ رو افسا گفت که جوانمردی از آن جوانمردان است و اگر زنی جوانمردی کند، مرد آن است. بله. دوره قاجاریه از زنانی نام برده شده است که عمله طرب و در سطحی پایین تر مطرب بودند و پاره ای از ویژگی های مردان لوتی نیز بروز می دادند. از حاجی قمشاد نام برده شده است که سرانجام به خاطر تصنیفی که در حجم مظفرالدین شاه خان به فرمان شاه هر دو پای او را نعل کردند و در روایتی دیگر پیرزن نادان را نعل برپا چندان گرد حیات معروف به نارنجستان دوانیدن تا مرد. قدم شاد خوانده بود: آبجی مظفر اومده، بلگ چغندر اومده، دودور 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 شو ببین، امیر بهادرشو ببین، چادر و چاخچورش کنین، از شهر بیرونش کنین. اخلاف زنان لوتی یعنی زنان جاهل
و لات گروهی از زنان ساکن محله های جنوب شهر تهران یا زنان شاغل در برخی مشاغل پس پا به پای مردان در برخی فعالیت های اجتماعی شرکت داشتند و خواستار حق و حقوقشان بودند. بدیهی است افکار و رفتار زنان این گروه اجتماعی با افکار و رفتار زنان گروه روشنفکر و تحصیل کرده و مرفه و هنجارهای ارزشی آنان به ویژه از دوران رضاشاه به این سو تفاوت ها داره. این گروه از زنان در حد آگاهی و تجربهشان و با پیش گرفتن روشهایی که مناسب می دانستن اعلام کردن که دیگر نمی خواهند در بند آن نجابت و عفاف و پاکدامنی مذهبی و سنتی به معنای جنسیش با معیارهای شرع مقدس بمانند و هم موجودی تو سریخور و حرف شنو و سر به زیر و بنده رخت خواب مرد خانه باشند. اینان در برابر الگوی مورد پسند جامعه مرد سالا و مذهب زده که نجیب بودن به معنای خفه شدن، ساکت و خاموش بودن و درد و رنج و مصیبت را تحمل کردن و چون سنگ صبور بودن ایستادن و نشان دادن که زیر بار چنین اراجیفی نخواهند رفت که زن و اژدها هر دو در خاک به یا زنان را تا توانی مرده انگار. این زنان ترجیح دادن آنان را به نسبتهای نکوهیده و مذموم همچون سلیته و پررو و بدکاره و زبون دراز خطاب کنند، اما حقشان بگیرند و دو سنگ آسیاب ستم خانگی و اجتماعی از روی خود پس زنند. گروهی از این زنان در بطن جامعه در مناطق و محله های جاهلخیز و لاتپرور با القابی مثل فاطمه اره یا ارقه، قمر خانوم، زهرا پاچه ورمالیده، خدیجه زبوندراز و غیره زندگی کردند. این زنان شخصیت و رفتاری مشابه رفتار جالها و لاتا داشتند. زنانی که دعواها و درگیری‌های فیزیکی، گیس‌کشی‌ها و کفش‌کشی‌ها به راه می‌انداختند، زنانی زبان‌دراز و جنجال به راه انداز و هوچی و سلیته که با زبان عریان مردمان محله‌های فقیر و مردمان جاهل و لات سخن می‌گفتند، زبانی که به شکل نوشتاری آن را بیبی خانم استرآبادی در معایب الرجالش به کار گرفت. این زنان یا از میان زنان خانه‌دار بودند و بیشتر زنان بیوه یا برخی از زنان روستایی مهاجر که به دلیل فقر و ندانستن حرفه و فن برای امرار معاش تن به کار سخت و پست می‌سپردند. برخی از آنها در مشاغلی همچون کلفتی و رخشویی و آشپزی، دلاکی، بنداندازی و آرایشگری، خیاطی، دستفروشی، فالبینی، کارگری در کارگاه های نساجی و بافندگی و دوزندگی و گلیم و فرش بافی و تولیدی های کوچک، کنسرسازی و دخانیات و آجرپزی، دباغی و کاترای کشاورزی شاغل بودند و یا تکدی می کردن. اینان به ندرت توانایی حضور و فعالیت در تشکل انجمن ها و جمعیت های زنان داشتند. مراکز تجمعشان غالبا بساط سفره انداختن ها و عمرکشون ها و روزه ها و تکیه ها و مساجد و عروسی ها و عزاها و ختم ها و پردخانی ها و معرکه ها و یا گوشه و کنار محله ها بودن. برخی نیز برای گذران زندگی اداره کننده شیرکشخانه های رسمی و غیر رسمی بودن. شیرکشخانه های بانو مهین در خیابان حاج عبدالصمد یا بانو شاهزاده خیاط در کوچه قنات یا تن فروشی می کردن آن هنگام که روسبی ها در سطح شهر پراکنده بودند یا با آویزان کردن چراغ فانوسی بر سردر خانه ها کار و محل کارشان را مشخص میکردن. فقیرانشان در عیشخانه های چال میدان و چال سیلاب و متوسط هاشان در کوچه قجرها بودند. همراه با اصطلاحات و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و برپایی کافه های روزانه و شبانه، بارها، دانسینگ ها، رقاصخانه ها، کاباره ها، فاحشه خانه ها،
و نیز پیدایی سینما و تماشاخانه و تئاتر در تهران و برخی از شهرهای بزرگ گروهی از زنان به کار در این مکانها و حرفه‌ها روی آوردند. بسیاری از زنان این گروه تحت تأثیر جنبش زنان آگاه و روشنفکر بودند، اما در اکثر موارد و مواقع به عنوان ابزار سرکوب و پیشبرد سیاست‌های حکومت و یا روحانیت به شکل‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. عبدالحسین ناهی در کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه می نویسد زنان اغلب عهده‌دار حفاظت از جان روحانیون مبارز بودند. من جمله زن بزنبهادری به نام زن حیدرخان تبریزی از طرف زنان تهران وظیفه داشت تا به همراه گروه دیگری از زنان چماق به دست از روحانیون طرفدار جنبش در پای منبر دفاع کنند. واپسین سالهای سلطنت رضاشاه و پس از شهریور 20 حضور زنان جالولاد در جامعه علنی تر شد. رضا شاه به زمان سردار سپهی برای زهر چشم گرفتن و قدرت نمایی چند جانبه دستور داد دو فاحشه یعنی عزیز کاشی و امیرزاده خانوم را که میزبان دو عضو سفارت انگلیس بودند در مرای آن در میدان توپخانه در برابر چشم حدود 1000 تماشاچی حد شرعی بزنند. در درگیری ها و نزاع ها بر سر قدرت میان رضا شاه و رقبایش زنان جاهل ولاد از همه سو مورد سوء استفاده قرار گرفت. در بلوای نان و شایعه احتمال قحطی در شهریور 1304 هزاران زن محله از محله های جنوب شهر تهران به ویژه از شال میدون که شایع بود زنان متوفر و شجاعی دارد به خیابان ریختند و با شعار ما نان میخواهیم به طرف مجلس رفت. زنان شیردل با چوب و با مشت هجوم آور به مجلس پشت در پشت. دختراجی کلانتر که نفوذ زیادی در آن محله داشت چادر نماز خود را به کمر بسته با چوب نیمسوزی به جلو افتاد و چندین هزار زن پشت سرش به طرف مجلس روانه گردیدند. به دنبال این جمعیت نیز عده زیادی کسبه، بازاری، ماجراجو، لات و ولگرد به راه افتاده بودند، به طوری که تعداد آنها در بهارستان به 20,000 رسید. آنها به همراه زنان به مجلس هجوم برده و شروع به شکستن در پنجره نمود. در جریان فتح زنجان و آذربایجان نیز در سال یعنی در آذر 1325 از فواحشی سخن گفته می شود که دولت مرکزی همراه با اراذل و اوباش برای غارت این شهرها و ایجاد ارعاب و وحشت به زنجان و آذربایجان فرستاد. فواحش با دایره و سروازی زننده و حرکاتی شرم‌آور و همچنین ژاندارم‌های با لباس مبدل وارد شهر شده بودند. در تصویر حساب‌های خونین بعد از خروج پیشوری از شهرهای آذربایجان نیز از حضور فعالان فواحشی سخن گفته شده است که مورد بیرحمی فرقه دموکرات و حکومت آذربایجان قرار گرفته بودند. کودتای 28 مرداد 32 گروهی از این زنان در سطح وسیع و ابعادی متفاوت معرفی و مطرح کرد که تا آن روز به گونه پنهان و تا حدودی خاموش در جامعه حضور داشتند. زنانی که حتی سایه سنگین مردان همفکر و همرفتارشان بر فعالیت‌های آنان نتوانست مانع از مطرح شدنشان در سطح جامعه شود. رقیه آزادپور معروف به پروین آژدان‌قضی، پری غفاری، الهه اعتزادی، سکینه قاسمی معروف به پری بلنده شناخته شده ترینشان بودند. این زنان حتی از سوی مردانی که با آنان همکاری‌های اجتماعی سیاسی داشتند و از این زنان به عنوان ابزار پیشبرد خواسته‌های اجتماعی سیاسیشان استفاده می‌کردند، چندتای روسبی و فاحشه خوانده شدند و مورد توهین و تحقیر و تحمیق قرار گرفتند. زنان بدکاره‌ای که گفته می‌شد به تحریک شعبان جعفری و تعدادی لات و چاوکش به خیابان آمده بودند، عربده‌کشی می‌کردند که شاه در کشور بماند و مصدق برکنار شود. نقل است که برخی از این زنان با درباریان اعتبار داشتند و برای آنها خانم می‌بردند و دسته دیگر روسبیان شهر نو و خانم رئیس‌هایی بودند که محمود مسگر با جناق حسین رمزون یخی بسیجشون کرده بود و به خیابون آورده بود. مخالفان مذهبی و غیر مذهبی شاه این زنان را فواحش و بدکاره خواندند، در حالی که به نظر می‌رسد بیش از برخورد با نظر و دیدگاه این زنان سلاح فرهنگی ترور شخصیت به کار افتاده بود.
در دادگاه شعبون جعفری رقیه آزادپور معروف به پروین آجدان قضی را آورده بودند تا به گفته شعبان جعفری به مردم بفهمونه که طرفدار شاه یه مشاوکش و فاحشه ماشه هستن. شعبان جعفری در اعتراض به حضور این زن در دادگاهش میگوید او باید بیرون انداخته شود. پروین آجدان قضی را که بلوز سفید و دامن سیاهی به تن داشت در حالی وارد سالن دادگاه کردند که دو سرباز مسلح او را در میان گرفته بودند. در جریان دادگاه شعبان از جا برخاست و با انگشت او را که در ردیف متهمین بود نشان داد و گفت این زن را جز متهمین فرستادن تا بدین وسیله ما را لکه‌دار کنند. من الان کاغذ ثبتی به رئیس دادگاه میدم که مجازات هر جرمی که او مرتکب شده قبول کنم و به جای او به زندان برفم تا او را قاطی ما نکنم. آجدان قضی زنی گردن کلفت بود که پشت تشکیلات امنیه توپخانه با نخود فال می گرفت. ملکه اعتزادی که از او به عنوان فاحشه درباری نام برده شده است یکی از رهبران حزب ذوالفقار بود، حزبی که در 26 خرداد 31 با همیاری و همکاری عده‌ای از کسبه و توافان میدان بارفروشان در حدود خیابان مولوی تأسیس شد و اکثرشان نیز از طرفداران طیب و شعبان جعفری بود. موسی صبری خبرنگار اخبارالیوم که در جریان کودتای 28 مرداد در تهران بود در مصاحبه‌ای با ملکه اعتزادی درباره او نوشت این زن تحصیلات خود را در تهران به پایان رسید و بعد با خروج خود به آمریکا رفت، با خرج خود به آمریکا رفت، 7 سال در رشته خیاطی و طراحی و مد کار کرد و از دانشگاه سرکیون نیویورک مدرک گرفت. قبل از آمدن به تهران در نیویورک به عنوان ملکه هوش انتخاب شد. او توانست با 28 سال در رشته های مختلف تاریخ، سیاست و اجتماعی در حوزه 15,000 نفر بدون کمترین اشتباه پاسخ داد و برای پاسخ به هر سوال 1 دقیقه بیشتر وقت داد. پس از آمدن به تهران یک سالن خیاطی و مد زنانه تأسیس کرد. پس از انتشار خبر رفتن شاه، مردم تهران نخستین بار زن جوانی را مشاهده کردند که اداره کننده تظاهرات تازه‌ای شده است و تظاهر کنندگان او را روی دست بلند کرده و او در حالی که قاب عکسی از شاه در دست دارد روی دست مردان با صدای بلند جاوید شاه میگوید. او انقدر به تظاهرات خود ادامه داد تا شاه بر بالکن قصر ظاهر شد و گفت از رفتن منصرف شده است. ملکه را شب هنگام در منزل از بازداشت کردند. خبر توقیف او که در تهران منتشر شد جوانان طرفدار او مقابل زندان تجمع کردند و خواستار آزادی او شدند. ملکه در زندان نیز از دولت مصدق به شدت انتقاد کرد چون با این کار نظم زندان را به هم ریخته بود. او را به بیمارستان شهربانی منتقل کردند. در آنجا دست به اعتصاب غذا و آب زد و بعد از 2 روز به دستور مصدق آزاد شد. به پس از خروج از زندان حزب ذوالفقار را تأسیس کرد. در ملاقاتی با کاشانی با چادر پیش او رفت. کاشانی به او گفت دخترم من به تو فرصت میدهم که در کار خود پیروز شوی. ملکه گفته بود آیا انتظار داری که من از دریا بگذرم و پاهایم خیس نشود؟ پروین غفاری هنرپیشه و آوازخوان و معروف به موطلایی شهر ما بود، زنی هنرمند و زیبا که به گفته خودش با شاه و درباریان ارتباط داشت و ادعا شده که مدتی معشوقه شاه بود. او نیز از مدافعان رژیم پهلوی بود و در واقعه کودتای 28 مرداد علیه مصدق فعالیت کرد. سکینه قاسمی یا پریبلنده از زنان تنفروش شهرنو که در محله قلعه صاحب نفوذ بود نیز علیه مصدق وارد میدان شده. این زن همراه با رقیه آزادپور یا ملکه اعتزادی و پروین غفاری در سازمان دادن تظاهرات‌های خیابانی علیه دولت ملی دکتر مصدق و پیروزی کودتای 28 مرداد نقش داشتند. در دهه 50 اگرچه بخشی از زنان جالولات هولوش کافه ها و بارها و کاباره ها، فاحشه خانه ها و بساط متمولین شهری و روستایی به ویژه خانهای مدرن، سینما و غیره به کار مشغول بودند، بخشی را رژیم در ارگانهای امنیتی و زندانها و شهربانی به کار گرفت و پاره ای از این زنان نیز در محله ها جذب محافل مذهبی شدند.
اهالی بیسیم نجف آباد و تیزدوقلویی که از چهرهای شاخص زنان جالولاز را باید به یاد داشته باشند. مرحوم صنم برسیا نام مستعار، زنی دعوایی نترس و زیبارو که گاه کتابی و به قول خودش درس خوندگی حرف میزد و گاه که آن سوی شخصیت جالیش گل میکرد نابترین فوشای ناشنیده میداد و از پستانهایش به عنوان عضو نرینهی برای کم کردن روی مردان استفاده میکرد و حوالهشان میداد یا از حواله میوه‌جات مشابه بهره می‌برد. صنم اما به قول زنان محله در این حال دنیای محبت نیز بود. در عروسی و عزا، در دوران بیماری و نیاز، یاور و یاور اهالی محله بود و در این عرصه ابریشم وجودش به تن همه اهالی محل خورده بود. بعد از انقلاب مدتی از فعالین مسجد فروتن میدان خراسان شد. صنم برسیا در جنوب شهر تنها نبود. کبرا سبزی فروش پاخت و میدان شوش نمونه دیگری است. یا از قدیمی ترها حاج ربابه، نامی که مسجد حاج ربابه حدود چهارراه مختاری تهران به نام اوست. رژیم شاه در این دهه و حتی در مقطع انقلاب بهمن نیازی به بهره‌گیری از زنان جاهل و لات به عنوان ابزار سرکوب و پیشبرد سیاست‌هایش حسه می‌کرد. به همین خاطر توجهی به زنان گروه اجتماعی جالها و لاتا نداشت. در انقلاب بهمن در کنار قشرا و گروه های اجتماعی مختلف زنان، زنان جال و لات نیز حضوری فعال داشتند. رژیم شاه قصد استفاده ابزاری از این زنان را نداشت. اما روحانیون پاره های از آنان را به کار گرفتند و استفاده ها کردند. بخیرا نیز به قهر رساندند و هنوز انقلاب سر از منابر و مساجد بر نکشیده بود که برای برهم زدن تجمع و تظاهرات های نیروهای غیر مذهبی و دموکرات سل و کله خواهران حزب اللهی در کنار برادرانشان پیدا شد. خواهرانی که رفتار و زبان فاطمه ری بود و نشانه های این که آخوندها به دنبال سازمان دادن زنان جاهل و لات هستند. ظهور زهرا خانم و دستیارانش و گروه زنان مسجد الهادی به زعامت هادی غفاری یادآور رخدادهای 28 مرداد و نقش زنان طرفدار کودتا در آن هنگام شد. به تدریج حضور این زنان در سطوح مختلف حکومتی به ویژه در حوزه زنها، دادستانی ها و حتی مجلس پررنگتر شد. گروه هایی از داردسته هایی که خواهران زینب یا گشتای فاطمه کماندوها از میان زنان جاهلولات متدینین دستچین شدند. بر مبنای شواهد و تجارب موجود، زنان جاهلولات در حکومت اسلامی عمدتا در چهار گروه تقسیم شدند. یک، برخی به شغل تنفروشی و دیگر مشاغل پس مشغولند. اکثر تنفروشان تحت نظارت و کنترل دولت و یا باندهای مافیایی حکومتی هستند. در ارگانهای حکومتی شاغلند، در زندانها، وزارت اطلاعات، گشتهای خیابانی، به ویژه گشتهای امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بدحجابی. در گروههای فشار و کشتار حکومتی سازماندهی شدند. برخی در محله ها به همون شکل سنتی زندگی و فعالیت میکنند. امروزه گروههایی از نسل جوان نیز در واکنش به اختناق و سرکوب و تحقیر نوعی زبان و رفتار جاهلی و لاتی را با تغییراتی متناسب با شرایط امروزین به کار گرفتن و الگوی زبانی و رفتاری خود کردن. زبان آرگو و گویش کوچه بازاری مدرنیزه و کامپیوترایز شده، قهوه خانه نشینی، قلیان کشی، جاهل بازی، دعوا کردن در میان دختران و زنان جوان یادآور جاهل بازی های گذشته نچندان دور است. حکومت اسلامی در برابر چنین رفتار و گفتاری واکنش سرکوبگرانه نشان داده است و با تفریح زنان در پارکا و کوها، قلیان کشیدن و کاربرد زبان آرگو و غیره و به عنوان مظاهر بی‌بندوباری اخلاقی مبارزه میکنند. اینکه احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز از زنان جاهل و لات استفاده کردند یا در میان اعضای خود از این دست زنان داشتند، چه قبل چه بعد از انقلاب، گزارش و شواهد قابل اتکا وجود ندارد. لااقل من ندیدم و نخوندم. اما بعد از انقلاب در خارج کشور نمونه‌هایی از رفتار جاهلی و لاتی دیده شدند.
زنانی وابسته به برخی از گروه های سیاسی بودند که در محیط های دانشجویی که گروه های سیاسی نیز کتاب و نشریات خود را برپا می کردن به افراد برخی از گروه های سیاسی حمله می شد. زد خود را می انداختن و میز کتاب و نشریه آنان به هم می شدن. این زنان با همون کلام و رفتار جالها و لاتهای عربدجویی و کتککاری می کردن. منزای دانشگاه فرانکفورت و برلین در آلمان و سیته پاریس بیش از نقاط دیگر شاهد این نوع جالبازی ها و کتککاری ها و به هم ریختن میز کتاب و نشریه برخی از جریان های سیاسی بودن. ویژگی شخصیت های زنان جاهل و لات. زنان جاهل و لات از خانواده های محله های فقیر و سنتی شهری یا روستایی می آیند. منشأ طبقاتی آنها را شاید بتوان با تعبیری طبقاتی خورده بورژوازی پایین دانست که در تقسیم کار اجتماعی در خورده فروشی ها و تولیدی های کوچک و کارهای غیر تولیدی به کار اشتغال داشتند. گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها گروهی از زنان روستایی آشنشین را نیز به دلیل ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی، فقر اقتصادی و بیگانه با فرهنگ شهرنشینی، جذب محافل و یا مشاغلی که در بروز ویژگی‌های جاهلی و لاتی نقش داشتند کرده است. اکثر این زنان بی سواد بودند و از کانال‌های مذهب و قدرت سیاسی، تغذیه سیاسی و فکری شدند. بستر و زمینه‌های فرهنگی روانی شخصیتشان سرعت و فرهنگ ماقبل سرمایه‌داری و فرهنگ اسلامی بود است. این زنان در این حال تحت تأثیر مردان زندگیشان نیز بودند. پدر، شوهر و برادر بیشترین تأثیر را داشتند و به همین دلیل گاه ناهنجاری‌های مردسالانه از خود بروز دادند. شخصیت این نوع زنان با تفاوت‌های همان شخصیت مردان جاهل و لات است. شخصیت‌های ناپایدار و شناور و نیازمند تکیه‌گاه که گرایش به قدرت‌های سیاسی و مذهبی و مردان یعنی مردان قدرتمند از بارقه های آن است. بسیاری از ویژگی های زنان جاهل و لات را می باید در متن جامعه و با رویکرد جامعه شناسانه و روانشناسانه و رفتارشناسانه مورد توجه و بررسی قرار داد، چرا که رویکردهای طبیعت گرایانه و ذات گرایانه پاسخگو نیستند. شغلای همچون روسبیگری، کار در فاحشه‌خانه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها، مشاغل خردپا و غیره و یا زنان خانه‌داری که بر بستر فرهنگ و مناسباتی جالی و لاتی بزرگ شدند، بروز صفات و رفتار ناهنجارانه مردانه‌ای که محیط کار و زندگیشان به آنان تحمیل کرده را پیامد خواهد داشت. این گروه از زنان زورگویی، پرخاشگری، سلطه‌جویی را نشانه قدرتمندی و استقلال نیز تلقی کرده. از منظر روانشناسی فردی پیدایی ویژگی های جالیلاتی در زنان به مانند برخی دیگر از ناهنجاری ها علاوه بر عوامل محیطی یعنی خانواده، محله، جامعه، اقتصاد، مذهب، فرهنگ و غیره به اختلال های روانی، عصبی و دگرگونی های بیوشیمیایی بدن نیز ارتباط پیدا میکنه. روانشناسی خانواده بستر فرهنگ پدرسالارانه و مردسالارانه و تأثیر ویژگی های سنتی خانواده، محیط کار و زندگی و دوستان نیز عوامل تأثیر گذارند. تن ندادن به تفکر مردسالارانه که مردان در زمین های مختلف قوی ترن به ویژه به لحاظ قدرت بدنی گاه برای برخی از این زنان امری واکنشی شدن تا با رفتار و گفتاری مشابه مردان جاهل‌ولات نه فقط نوعی تساوی طلبی که برتری طلبی و تسلط نشاندن. چنین واکنشی را در زمینه کلیشه های جنسیتی فرهنگ سنتی و سرکوب های جنسی و جنسیتی می تواندید. روانشناسی اجتماعی نیست که نشانگر سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری در گستره زندگی اجتماعی است، زمین سازی و تسریع کننده پیدایی شخصیت جاهلی و لاتی در زنان را تحت تأثیر ویژگی های گفته شده تایید می کند. ویژگی هایی که چون الگوهای ناهنجار بر جای گذاشتن. مرد باش حتی اگر زنی، در زنیتت هم مرد باش، آقا باش، لوتی باش حتی اگر زنی. اینم مطلب در مورد زنان لات و جاهل، کاری از دکتر مسعود نقره‌کار نازنینم که ازش تشکر میکنیم و سپاسگزارش هستیم.
بازم از شما ممنونم، متشکرم، سپاس و صد سپاس از همه مهر و محبتتون نسبت به تلویزیون میهن. در پایان هم اگر این برنامه مورد توجه شما هست، اصرار کنید از طریق فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس، ایمیلتون برای سایر دوستان هم بفرستید، عضو فن پیج ما و هم بشوید. اخبار رو هم از روی بخش آخرین اخبار که متصلت میکنه به مردمریپورت.net از اونجا اخبار رو دنبال کنید. بازم از شما ممنونم، در انتظار دریافت کمک مالی هستیم برای اینکه ما بسیار از این بابت عقبیم. ممنون میشم اگر در این زمینه به ما یاری برسانید. با سپاسی مجدد.